شما به این برنامه زنده صفحه دو خوش آمدید. تحولات مربوط به ایران در روزهای اخیر چنان سرعتی گرفته که هر لحظه منتظر اظهار نظر یا اتفاقی هستیم. در تازه ترین تحولات مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بعد از سفر به بروکسل به سوچی رفت، با همتای روس خود سرگئی لاوروف جلسه مطبوعاتی برگزار کرد. در این جلسه گفته شد یکی از موضوعات مورد اختلاف دو طرف مسئله برجام است. دوگانه جنگ مذاکره بیش از هر زمان دیگری از زبان مقامات تکرار می شود. از جمله همین چند ساعت پیش رهبر جمهوری اسلامی گفت با آمریکا جنگ نخواهد شد، اما ایران بر سر برجام مذاکره هم نمی کند. دونالد ترامپ هم گفته اعزام 120 هزار سرباز که نیویورک تایمز گزارش کرده بود درست نیست. او گفته جنگ در برنامه‌اش هنوز نیست، اما اگر لازم شد عده‌ای بیشتری هم می‌تواند اعزام کند. عده‌ای هم مثل وزیر خارجه بریتانیا نگران جنگ ناخواسته‌اند. چقدر احتمال هر یک از این گزینه‌ها هست؟ آیا فرمولی هست که بتوان در روابط بین‌الملل حدسی زد؟ نقش اروپا، روسیه و چین در این دعوا چگونه تعریف می‌شود؟ در این برنامه سه میهمان دعوت کرده‌ایم. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران از واشنگتن. باز هم از واشنگتن سینا عزادی، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی. و دامون گلمیز، پژوهشگر صلح بین الملل و مدرس مدرسه عالی لاهه. از همین شهر خوش آمد میگم به هر سه مهمان این برنامه. اجازه بدید اول راجع به همین دوگانه صحبت بکنیم. دوگانه جنگ مذاکره که دائم داره تکرار میشه. آقای گلمیز، به نظر شما کدوم یکی از اونها محتمل تر میاد در شرایط فعلی؟ درود بر شما بینندگان و مهمانان عزیز. گمان زنی کار خیلی سختیه. به هر حال یک به نظر میرسه که بحث موضوع جنگ مذاکره انقدر داغ هست که در حتی در داخل ایران طرح این موضوع باعث توقیف یک روزنامه میشه، یا همونجور که شما گفتید باعث اظهار نظرهای ساعتی مقامات مختلف میشه. همه چی بستگی به واکنش ها داره و به نگاه بلند مدتی که هر کشوری داره نسبت به این مسئله، که شاید بعداً بشه بهش پرداخت. خب دقیقا من میخوام از شما حدستون رو در مورد همین موضوع بپرسم. مثلا شما اگر جای رئیس جمهور آمریکا باشید، در ماهای آینده بخواید کمپین انتخاباتی شروع بکنید، شما که در دور قبلی انتخابات راجع به مثلا جنگ بقیه رؤسای جمهوری آمریکا بارها انتقاد کردید، آیا یک جنگ دیگر را آغاز میکنید؟ آیا میشه با این المانها حد زد رفتار هر یک از رهبران رو؟ کار سختیه واقعا اینجوری نگاه کردن بهش. ببینید، از نگاه استراتژیک اگه من بخوام اجازه داشته باشم صحبت بکنم، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی استراتژی راهبرد صبر خودش رو یا صبر راهبردی رو عملاً تغییر داده با خروج گام به گام از برجام و این مهلت 60 روزه‌ای که داده به اروپایی‌ها، به خصوصاً روسیه و چین، و این راهبرد رو عوض کرده و الان اقدام راهبردی رو عملاً مد نظر داره. و این در این اقدام راهبردی هم میشه المان‌هاش رو دید. به طور مثال ارسال حدود 700 موشک از موشک‌های ساخت ایران از غزه توسط جهاد اسلامی به طرف اسرائیل، یا همین اتفاقات همین چند روز گذشته مثل موضوع کشتی‌های نفتکش و همچنین این انفجارهایی که در عربستان اتفاق افتاد، که هدفش عملاً این هست که اگر قرار نفتی فروخته بشه بدون اینکه ایران بتونه نفتش رو صادر بکنه و از تنگه هرمز رد بشه، ما جلوش وای میستیم. همه اینها به نظر میرسه که عملاً استراتژی تغییر رفتار دو طرف، یعنی امریکا و ایران، هر دو طرف به دنبال این هستند که تغییر رفتار در طرف مقابل ببینن و این تغییر رفتار رو رقم بزنن. الان ایران هم به همین شکل قضیه رو میبینه و به دنبال اینه که بتونه، شاید یک تشتتی الان در واشنگتن هست، شاید بتونه بین جان بولتون و پومپئو و ترامپ که اصلا نمیخواد وارد یک درگیری نظامی بشه، از این تشتت استفاده بکنه و بتونه یک مقدار امتیاز بخره و وقت بخره تا وقتی که این 20 ماه هم بگذره و انتخابات امریکا
مشخص بکنه که آینده 4 ساله کجا هست و کدوم طرف. آقای گلزیز گفتید تشتت چیزی هست که الان در همه مواضع میشه، در همه نقاطی که ما دنبال این هستیم که از میان در واقع خطوط صحبت‌های افراد مختلف بفهمیم چه اتفاقی داره میفته. در ایران همین رو میبینیم، در صحبت‌های اروپایی‌ها، در صحبت‌های مقامات آمریکایی. آقای وایس به نظر شما چقدر رفتار طرفین در شرایطی که الان به هر حال مثلا دو سه تا اتفاق پشت هم افتاده که هر کدوم میتونستن واکنش‌های تندتری داشته باشن، هم ایران هم آمریکا، گویای این هست که اونها الان به دنبال چی هستند؟ آیا مثلا از این که حتی مثلا عربستان که گفته این حمله به این کشتی‌هاش صدمه قابل توجهی زده، باز هم به طور تند ایران رو مورد خطاب قرار نداده، آیا میشه حد زد که کسی دنبال این نیست که قضیه رو تندتر بکنه یا نه کسانی هم هستن که دارن سعی میکنن که تندتر بکنن ولی پیش نمیبرن کارشون رو؟ ببینید خانم قاضی زاده، من فکر کنم یک موردی رو که لازم هست ما در اینجا مشخص کنیم، وقتی صحبت از جنگ میشه معمولا این تصور ایجاد میشه که ما داریم راجع به یک سناریوی شبیه سناریوی اشغال عراق یا جنگ در افغانستان صحبت میکنیم و واقعا اون خطری که امروز وجود داره بیشتر یک درگیری نظامی بین ایران و آمریکاست. آخرین باری که چنین اتفاقی افتاد در سال 1988 در خلیج فارس بود، طی عملیات آخوندک که در اون آمریکا در یک نصف روز نیمی از ناوگان دریای ایران رو از بین برد و به برخی از سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس هم ضربه زد. بنابراین امروز هم اگر بحث از درگیری نظامی هست، بیشتر نگرانی مربوط به یک درگیری محدود هست. البته همیشه جنگ ها با خوشبینی این شروع میشن که درگیری ها رو میشه محدود نگه داشت و اکثرا در نهایت کار از دست کسانی که این برنامه ها رو پیش بردن خارج میشه، ولی من فقط میخواستم این رو مشخص بکنم در ابتدای کار. ببینید، رئیس جمهور آمریکا بدون شک دنبال جنگ نیست و این رو مرتبا در دوره کمپین انتخاباتیش گفته و با توجه به اینکه انتخابات آینده هم یک سال و نیم بهش بیشتر نمونده، بدون شک آقای ترامپ جنگ به معنی واقعی کلمه نمیخواد. من مطمئن هستم آقای ترامپ چی میخواد؟ آیا مذاکره میخواد؟ چون بدون شک ایشون مذاکره میخواد. اما مسئله این هست که دور و بر خودش آدمهایی رو گذاشته که به هیچ وجه این انگیزه رو ندارند و به دنبال تغییر رژیم و درگیری نظامی با ایران هستند و همینطور در منطقه با وجودی که عربستان و امارات به دنبال این نیستن که خودشون وارد درگیری نظامی با ایران بشن، من حتی اسرائیل رو هم به این گروه اضافه میکنم، ولی به دنبال این هستن و استقبال میکنن از اینکه آمریکا رو به سمت یک درگیری نظامی با ایران سوق بدن. با چه هدفی؟ و اینم امر جدیدی نیست. با هدف اینکه ایران رو تضعیف بکنن، برای اینکه احساس میکنن در چند سال گذشته آیا تغییر رژیم رخ میده اگر جنگی به این شکلی که شما صحبتشو میکنید؟ شما میگید که آمریکا دنبال یک جنگ تمام عیار نیست، دنبال احتمالاً اون کسانی هم که دنبال جنگ هستن دنبال یک جنگ کنترل شده، یک درگیری کنترل شده هستن. اگر اینطور هست، این درگیری کنترل شده، آیا اون هدف اونها که به گفته شما احتمالاً اونها کسانی هستن که دنبال تغییر رژیم هستند، آیا اون هدف اونها رو تامین میکنه؟ به گمان خودشون میکنه، به علت اینکه در بهترین سناریو این جنگ در واقع برگ آخری خواهد بود که بر این انبار نارضایتی ها در ایران اضافه خواهد شد و جامعه رو به سمتی سوق خواهد داد که بیان به خیابون و خواهان تغییر رژیم بشن. این تصوری است که عربستان، امارات و آقای بولتون و حتی عده‌ای در اسرائیل دارن. متوجه. اما در حتی کمینه این سناریو این هست که بعد از یک درگیری نظامی با توجه به اینکه ایران نمیتونه واقعا به چالش بکشه قدرت نظامی آمریکا رو و مجبور هست در یه مرحله کوتاه بیاد، همونطور که در سال 1988 کوتاه اومد، این باعث تضعیف ایران خواهد شد و بازدارندگی آمریکا در منطقه رو احیا خواهد کرد که این هم به خودی خودش سناریوی بدی نیست، حتی اگر منجر به تغییر رژیم نشه. آیا عزادی تمرکز روی این فرمول نه جنگ نه مذاکره که همین امروز هم باز آقای خامنه ای روش تاکید کرده، گفته جنگ نمیشه، ما مذاکره نمی‌کنیم، این آیا استراتژی دقیقیه، استراتژی درستیه برای ایران؟ ایران آمریکا به هر حال یک کشوری است که ابرقدرتی است، داره زندگیشو میکنه، مشکل اقتصادی نداره، داره کارشو میکنه. ایران هست که با یک مجموعه ای از مشکلات الان باید دست و پنجه نرم بکنه. آیا استراتژی آقای خامنه ای استراتژی هست که هدفش رو تامین میکنه؟ من فکر میکنم که این سیاست مقاومتی که آقای خامنه ای گفتن
که چه جنگ نه جنگ نه صلح و یا حالا میتونید اسمشو بذارید سنگر گرفتن. من فکر میکنم که فکر آقای خامنه ای و کلان سیاستمدارا در ایران اینه که با سنگر گرفتن میتونن آمریکا رو خسته کنن، برای اینکه شیوه تصمیم گیری در آمریکا اینطوری که زمانی که شما یک مشکل دارید برایش یک راه حل پیدا میکنید، ولی در ایران شیوه تصمیم گیری اینطوره که هر مشکلی که شما براش راه حل پیدا میکنید، اون راه حلی که پیدا میشه خودش یک به اصطلاح یک دروازه هست برای یک مشکل آینده. برابری من فکر میکنم که آقای خامنه ای فکر میکنه که با سنگر گرفتن و اونطور که خودشون اسمشو گذاشتن مقاومت میتونن حداقل از این طوفانی که هستش، طوفانی که آقای ترامپ و اطرافیانشون درست کرده، به سلامت عبور بکنه. مسئله ای که به هر حال خیلی الان نگران هستن، بعضی راجعش صحبت کردن از جمله جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا، این هستش که از دست طرفین فضا خارج بشه. همونطور که آقای واعظ هم اشاره کردن، ممکنه یک درگیری کوچک اصلا مد نظر باشه، ممکنه اون گروه هایی که ممکن هست دنبال ایجاد یک مسائلی هستند با یک درگیری کوچک شروع بکنند، اما در نهایت منجر بشه به یک درگیری بزرگتر یا اینکه اون به هر حال از دست خارج بشه. آیا واقعا طرفین، هم ایران هم آمریکا، هم آقای خامنه ای هم آقای ترامپ، آیا واقعا میخوان این رو بگذارن به امید شانس، به امید اینکه یک کسی یک کاری بکنه و بعد ممکنه از دست هر دو خارج بشه، یا نه ممکن است که فکر بکنن نه باید یک کاری کرد و الان باید جلوشو گرفت؟ من فکر میکنم که هر دو طرف نخوان که تنش ها رو زیاد بکنن، ولی از یه طرف میشه این به این دید به قضیه نگاه کردش که سیاست دولت آمریکا و آقای ترامپ و وقتی که به اصطلاح به گذشته سیاست هایشون نگاه میکنه اینه که با افزایش تنش سعی کردن تنش ها رو کمتر بکنن و دیگران رو وادار به با تهدید و ارعاب سعی کردن که دیگران رو وادار به کردنش بکنن. این سیاستی که دولت آمریکا داره، من هم با حرف آقای واعظ موافقم، هم با حرف آقای گلریز. نه آمریکا دنبال این هستش که با ایران بجنگه، چون بسیار برای آمریکا درگیری با ایران گران خواهد بود و همچنین برای ایران، ولی مشکلی که هستش اینه که یک طرف اشتباه محاسباتی بکنه و شلیک تصادفی بشه، بله، که و بعد تنش‌ها زیاد بشه، درگیری زیاد بشه. دوم اینه که اون حرفی که آقای ظریف زدن اینه که یک نفر بخواد به اصطلاح جنگ رو در کاسه ایران و آمریکا بذاره. چه کسانی ممکن است چنین چیزی بخوان؟ فقط کافیه به حرفای به اصطلاح رهبران کشوران منطقه نگاه بکنه، همونطور که آقای رابرت گیتس وزیر دفاع سابق آمریکا گفته بودن که سعودی ها میخوان که ایران و آمریکا برای ایران تا آخرین نفر بجنگه. این مشخصه توی اسناری هم که از ویکیلیکس در اومد بیرون، مقامات عربستان گفته بودن که سر ما رو باید قطع کرد. ممکن است چنین چیزی بخوان، ولی آیا در رفتارهاشون، من یک بار دیگه تاکید کنم هم برای بیننده ها هم به هر حال تحلیلگرانی که در این برنامه هستن، هیچ کس اینجا نمیتونه حدس دقیق بزنه، برای اینکه به هر حال ما با یک مجموعه، اگه کسی واقعا بتونه به این سوال جواب بده که چه خواهد شد، اون سوال 1,000,000 دلاری است. بحثی که ما الان میکنیم این هست که ما بتونیم با توجه به اتفاقاتی که داره میفته بتونیم سفر رو ترسیم بکنیم و یک نقشه‌ای بدیم که آیا چه احتمال‌هایی ممکن‌تر هست. اون رفتاری که الان از عربستان می‌بینیم، ممکن است که مقامات پیشین عربستان در ویکیلیکس اظهار نظرهایی هم کرده باشن، اون چه که الان می‌بینیم با توجه به همین رفتاری که ظرف مثلا 24 ساعت گذشته در قبال این کشتی‌هایی که بهشون حمله شده داشتن، این چی میگه به ما؟ من حقیقتش یه مقدار متعجب شده بودم، برای اینکه دقیقاً همونطور که شما میگفتید عربستان خیلی سعی کرد با آرامش برخورد کنه، حتی مستقیما ایران رو متهم نکردن به این و این حقیقتش من یه مقدار تعجب کرده بودم از این واکنش که عربستان نشون داده. آقای گلریز، نظر شما چیه؟ فکر می‌کنید چرا عربستان واکنشی که انتظار می‌رفت، خیلی‌ها انتظار داشتن عربستان این رو به عنوان یک بول بگیره و شروع بکنه روش مانور دادن، فکر می‌کنید چرا این کارو نکرده؟ ببینید، فقط عربستان، اتفاقا عربستان یه مقداری شاید تندتر برخورد کرد تا امارات. امارات حتی در مورد یک عمل تروریستی هم صحبت نکرد، از موضوع خرابکارانه یا سابوتاژ به انگلیسی نام برد در بیانیه. درسته. عربستان از موضوع تروریستی، یعنی به نظر میرسه که یک ظرافتی رو کسانی که این کارها رو انجام دادن، حالا چپ نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی باشند یا نه،
یک ظرافتی رو برای رساندن همون پیامی که عرض کردم خدمتتون در عمل خرابکارانه به قول امارات انجام دادن و اون هم اینه که حتما شما خبرهای امروز رو دیدید که منابعی از منابع اطلاعاتی از آمریکا که نخواستن نامشون فاش بشه به رسانه ها گفتند که این کار ایران بوده، کار در واقع گروه های نزدیک به ایران یا در واقع المان های نزدیک به ایران. ولی این جهت به شکلی هست که نشون میده که این کار نظام هست و میدونید آقای پومپئو هم در بروکسل که رفتن اونجا این گزارش ها رو حتی به دبیر کل ناتو هم ارائه دادند که این نگرانی ها چیه، حتی گزارشی که از طرف کویت اومد و حمایت کرد و همچنین بحرین. به هر حال این نگرانی ها زیاده، ولی به نظر میاد که طرفین چه منطقه خلیج فارس، چه ایران و چه امریکا با ظرافت دارن سعی میکنن محاسبات رو انجام بدن. ببینید اجازه بدید من یه مقدار توضیح بدم که چه اتفاقی داره میفته. من فکر میکنم که عملا با تغییر راهبرد جمهوری اسلامی زیر فشار امریکا که واقعا این فشارها جدیه، میدونید حتی در مورد بودجه امسال دولت روحانی 30% به نظر میاد تقریبا افت داشته بودجه نظامیون و که حدود 20%ش برمیگرده به سپاه قدس، نشون دهنده اینه که این فشارها جدیه و طرفین در حال این هستند که به نظر من که بتونن امتیازسازی بکنن که بعد از این امتیازسازی بتونن وارد گفتگو بشن. ببینید آقای گلی، بحث این که به هر حال فشار روی ایران فشار حداکثری هست، این که چیزی که خود آمریکا خواسته و داره انجام میده. بحثی که ما الان داریم این هستش که یه سری کشورهای دیگری هستن که تاثیرگذارن در اون چه که بین ایران و آمریکا اتفاق میفته. تعارف هم نداریم، هیچ کشوری با هیچ کشوری عهد و اخوت نبسته، همه اینها بر اساس منافع خودشون دارن عمل میکنن. اگه مثلا الان بخوایم بگیم که چین و آمریکا با هم دچار جنگ اقتصادی هم هستن، همین روزها این جنگ تعرفه هاست، آیا این به نفع ایران تموم میشه به نظر شما؟ نبرد بین چین و امریکا منظور شما؟ بله. به نفع ایران بستگی داره که ایران به کدوم سمت خودش رو بتونه نزدیکتر کنه، چون این بحث جدیدیه. میدونید نبرد برمیگرده به اینه که امریکا در 5 سال آینده منظور من این هستش که آیا مثلا چین میتونه از ایران به عنوان یک حربه استفاده بکنه و ایران میتونه از این امکان به عنوان یک مثلا راهی برای پیشبرد نظرات خودش استفاده بکنه؟ ببینید اگر موضوعی که مطرحه، من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم که بقیه مهمانانم بتونن صحبت کنن، موضوعی که مطرحه فقط مسئله هسته‌ای نیست. سال 2015 یک قانونی تصویب شد که اون موقع هنوز مذاکرات مطرح نبود، به نام قانون ریویوی عملا برنامه هسته‌ای. در اونجا 5 حوزه امنیتی و 5 حوزه نگرانی، هسته‌ای، موشکی، گروگان‌ها، منطقه و موضوع امنیت اسرائیل مطرح شد که این 5 حوزه مشکل جدی امریکا و مشخصا همپیمانانش که غرب، امریکا، اروپا هم باشه و تا حدودی حتی روسیه و چین هم باشه در مورد جمهوری اسلامی مطرحه. اگر این نخواد حل بشه، این مشکل هر چند وقتی بار مسکنوار میتونه کوچیک‌تر بشه یا یه مقداری به صورت مسکنی تا حدودی دردش کمتر بشه، ولی بعد از این مدت دوباره میزنه بیرون. و این عملا حل این 5 حوزه شاید میشه بگیم همون 12 بند شرط پومپئو هست که من گمان میکنم این شرط پیش شرط مذاکره نیست، بلکه این بندهایی هستش که موضوع مذاکره رو میخواد عملا در این 5 حوزه مشخص بکنه. من با این هم هیچ اختلاف نظری ندارم که امریکا از دامن زدن به شکاف‌های اجتماعی برای اینه که مردم در خیابان بیان تولید قدرت بکنن و اینجوری نظام رو ضعیف بکنن که در مذاکراتش بتونه نظام رو عقب برونه، با این همیش مخالفتی نداره. ولی اینکه آیا واقعا دنبال چیزی به نام تغییر رژیم به شکل عراق یا شکل دیگه‌ای باشه، یه مقدار تردید دارم. آقای وایز، ظرف یکی 2 روز گذشته آقای پومپئو در بروکسل بوده، امروز رفته به سوچی، با مقامات زیادی در اروپا و روسیه گفتگو داشته، ولی ما خیلی اندک شنیدیم از اون چه که پشت درهای بسته اتفاق افتاده. به نظر میاد که به خصوص دیروز خانم موگرینی خیلی اصلا علاقه ای نداشت که با آقای پومپئو وارد گفتگویی بشه. فکر میکنید چرا اینطور هست؟ اروپا از چه فرار میکنه در گفتگو با آمریکا؟ اصلا روشن هست که اروپا الان چی میخواد و آیا اروپا یک استراتژی روشنی داره؟ ببینید علتی که ما چیز زیادی در انظار عمومی نشنیدیم راجع به مذاکراتی که در بروکسل صورت گرفت به این هست که واقعا دستاورد چندان زیادی نداشته. اولا میدونید که آقای پومپئو لحظه آخر به این دیدار پیوستند و
تقریبا میشه گفت که خودشون رو به زور در این دیدار وزرای خارجه اتحادیه اروپا جا دادن و اروپایی‌ها به طور کلی بسیار از دست آمریکا دلخور و عصبانی هستند و از شیوه برخورد آمریکا با بسیاری از مسائل ناراضی هستند، به خصوص سر این موضوع، به خصوص برای اینکه میدونن که نهایتاً اگر کار به هر گونه درگیری نظامی برسه نهایتاً هزینه این مسئله برای اروپا به مراتب بیشتر خواهد بود از آمریکا. ببینید اگر آوارگانی از ایران خارج بشن به هر حال نهایتاً به سواحل اروپا خواهند رسید نه به آمریکا. اگر که رادیکالیزه شدن بیشتر در دنیای اسلام صورت بگیره نهایتاً احتمالاً اثر خودش رو بیشتر در خیابان‌های اروپا نشان خواهد داد تا در آمریکا. همینطور تهدیدهای ضمنی که آقای روحانی کردن در مورد مواد مخدری که از افغانستان از طریق ایران میتونه به اروپا برسه. متوجه هستم، ولی اینها چه تأثیری روی رفتار اروپایی ها گذاشته؟ ایران خیلی عصبانی هست، این التیماتوم جدید رو هم به اروپایی ها داده، گفته 2 ماه فرصت دارید تغییر ایجاد بکنید. آیا ما هیچ نشانه میبینیم که اروپا تغییر ایجاد بکنه، رفتارش عوض بشه، بخواد کاری بکنه که ایران مثلا راضی تر باشه؟ ببینید یه مقداری از این انتظارات بر اساس فهم نادرست از قابلیت‌هایی است که اروپا داره. اروپا یک بازار بزرگ آزاد هست و دولت‌ها نمیتونن واقعا به شرکت‌های خصوصی دیکته بکنن که اینها باید با کی معامله بکنن و با کی معامله نکنن. همینطور اقتصاد اروپا 70 سال هست که با اقتصاد آمریکا در هم تنیده شده و بنابراین نمیشه انتظار داشت از یک سیستم سیاسی که باید 28 کشور درش به طور همزمان و با اجماع در مورد یه چیزی تصمیم بگیرن این که بتونه با سرعت عمل برای خودش. خب بذارید من سوالمو دقیق‌تر بپرسم. ترسی شما عذرخواهی می‌کنم که من دائم در حرفتون میام، من اینکه وقت برنامه نیم ساعت من می‌خوام سوالای متعدد بپرسم. آقای باعث، آیا اروپا الان برای اینکه شما گفتید که مذاکره بین ایران و آمریکا اون در واقع گزینه مورد علاقه اروپا هم هست، آیا در این زمینه کاری میکنه؟ چون گفتید گزینه جنگ گزینه مورد علاقه اروپا نیست، از این نظر گفتم گزینه مذاکره حتما هست. آیا کاری در این زمینه پیش برده؟ نه، اروپا در این زمینه نمیتونه کاری بکنه، برای اینکه ببینید اروپا اعتبارش رو با ایران هم از دست داده به علتی که نتونسته واقعا هیچ امتیاز اقتصادی جدی برای ایران فراهم کنه. اصلا اصولا وزن سیاسی نداره این روسها اروپا با تهران که بخواد واقعا اونها رو در سمت خاصی سوق بده. آن چیزی که شاید در این مدت باقی مانده بشه بهش امیدوار بود این هست که نه اروپا به تنهایی بلکه باقی ماندگان در برجام، یعنی اروپا به علاوه روسیه و چین، بتونن با هم دیگه یه سری امتیازات اقتصادی رو برای ایران فراهم بکنن. صحیح. ولی در اون زمینه هم خیلی الان در شرایط فعلی نمیشه امیدوار بود. آقای عزودی، به عنوان سوال آخر، به نظر شما اونچه که امروز در سوچی دیدیم بین آقای لاورو و آقای پومپو چه به ما میگه؟ آیا به نظر میاد که روسیه بتونه قدمی مثبت در این زمینه برداره، کمکی بکنه به حل اختلافات بین ایران و آمریکا؟ ببینیم، اول اینکه مسلما روسیه منافع خودش رو در نظر خواهد گرفت. این منافع به کدام سمت میچرخه؟ جنگ یا مسلما برای روسیه مناسب نخواهد بودش که یک درگیری پیش بیاد. گویا اینکه اینم بگم، اگر درگیری پیش بیادش ایران، اگر خدای نکرده، باز تاکید میکنم، اگر درگیری پیش بیاد مجبور میشه که یا به چین یا به روسیه برگرده برای اینکه اسلحه‌ای که احتیاج داره رو تامین بکنه، که من باز تاکید میکنم بعید میدونم. ولی مسئله که هستش اینه که الان در مقابل ایران عملا با اون کاری که کردش، اون دوتا به اصطلاح قدمی که برای برجام برداشت و اونها رو گفته دیگه انجام نمیدن، اون یه مقدار برای روسیه هم خوب شدش، برای اینه که اگر ایران این کارو نمی کرد و اون مقدار آب سنگینش و اورانیومش به بیشتر از مقدار به اصطلاح اجازه داده شده می رسید، مجبور بودش که برای روسیه فشار، برای روسیه و عمان فشار بذاره تا اونها یه کاری بکنن که ایران نقض نکنه برجامو. یعنی عملا ایران کمک کرد به روسیه در اینجا. و اگر حرفای آقای لاوروف هم گوش کنین، یعنی توجه کرده باشید، میگن که ما از ایران تشکر کردن به خاطر این اقدامی که انجام داده بودن.
متشکرم از هر سه شما آقایون، ممنونم که در این بحث شرکت کردین. عذرخواهی می‌کنم یک بار دیگه بابت اینکه دائم در حرفتون وارد شدم. آقای گلریز، آقای عزودی و آقای وایس، متشکرم از هر سه شما و ممنونم از شما که با صفحه دو همراه ما بودید. برنامه بعدی ما هم روز پنجشنبه است که اون برنامه هم به طور زنده پخش میشه. برنامه رو میتونید روی وبسایت ما هم دوباره ببینید، روی سایت یوتیوب. شب و روزتون خوش. We'll be right back.